این جریانی که ما ازش نگران هستیم جریانی است که متاسفانه به اسم خط امام داره اتفاق میفته و دوچار تناقضات در میشه. من ناچارم بخشی از این نکات رو اینجا مطرح کنم به خاطر اینکه هم خدمت جناب آقای نقاشی و هم خدمت دوستان عزیز بیننده ما مطلب روشن بشه که واقعا ما با یک جریان متاسفانه سازماندهی شده تو این قضیه مواجهیم. شما نگاه بکنید الان من این چند نمونه رو اینجا آوردم تا همین چند روز اخیر البته تو رسانه منتشر شده منتها بعد من درخواستم یکی دوربین فقط نشون بده. این صفحه اول روزنامه‌های اروپایی و آمریکایی عمدتاً آمریکایی است در روز هفته اول جنگ. این روزنامه‌هایی که بعضی اصلا اینها زیر فشار سنگین کارتل‌های صهیونیستی است مثل واشنگتن پست و امثال. این روزنامه‌هایی که موضعشون باید خیلی محافظه‌کارانه‌تر باشه در موضوع غزه. این رویکرد روزنامه اصلاح طلب در روزنامه‌های آمریکایی در هفته اول جنگ هست که حالا دوستان امیدوارم دیده باشن. اون وقت شما ببینید این صفحه اول روزنامه‌های اصلاح طلب خط امام ما هست در هفته اول جنگ. حالا من تصویرش برای خدمت آقای نقاشی ارائه خواهم. این واقعیت کشور ماست. تازه این چه زمانی داره اتفاق؟ زمانی که همه ما میدونیم که حتی اگر شبهاتی هم در موضوع حمایت جمهوری اسلامی از مقاومت بوده الان خیلی کمتر شد. یعنی به اذعان همه رسانه ها و تحلیلگران اگر شبهاتی هم مثلا با جنایت های اخیر رژیم صهیونیست یعنی روزنامه‌های اصلاح طلب ما الان آقای حضرت حجت الاسلام سید حسن خمینی رو از جنایت هایی که داره در حق یک ملت 1.5 میلیون نفری تو نوار غزه مهمتر میبینن. حتی کوچیک هم نمیپردازن. حالا من کار ندارم مثلا به عنوان یک خبر ریز مثلا تیتر 5-6 این واقع این جریان رسانه. حالا اون بیانیه دفتر تحکیم و طیف غیرقانونی علامه که ایشون گفتن ما قبولشون نداریم. حرف طیف تحکیم و وحدت چی بود اونجا؟ حرفش این بود که آقا طرفین دارن اشتباه میکنن ما نباید تو این قضیه حمایت بکنیم از مقاومت اسلامی. حالا این مطلب رو سال 87 تو روزنامه کارگزاران یک روزنامه شناسنامه‌دار اصلاح طلب منتشر شده. وقت تو روزنامه آرمان امروز متعلق به اصلاح طلبان یک روزنامه روشن وابسته به اصلاح طلبان که حالا نمیدونم تا این نقاشی باشون با این روزنامه همکاری دارن نه این کاریکاتور دیروز منتشر شد. شما این کاریکاتور ببینید چه برداشتی مخاطبین محترم از این کاریکاتور ده. یعنی دو تا طرف هستن دارن با هم مسابقه میدن حالا منازعه به نوعی میکنن قربانی اینها مردم فلسطین. یعنی داره مقاومت و رژیم صهیونیستی در یک تراز نشون میده. اینه که ما بهش انتقاد داریم. من امیدوارم شما جواب قانع کننده نسبت به این مسائل داشته باشید. چرا رسانه‌های اصلاح طلب در هفته اول جنگ و حتی تا روزهای بعد از اون مسئله غزه و جنایت‌های رژیم صهیونیستی رو تحریم رسانه‌ای کرد؟ تحریم خیلی روشن. شما رسانه‌ای هستید می‌دونید رسانه با صفحه اولش یکی داره به افکار عمومی خط میده. یعنی شما وقتی یه چیزی تو صفحه اولت کار نمی‌کنی صراحتاً داری میگی موضوع مهم نیست از سلام. به طور میانگی روزی 70 نفر در به صلاح جنگ اخیر روزانه به شهادت رسیدن تو صد. اکثرا هم از مردم بیگناه کودکانی که اصلاً به سن بلوغ نرسیدن و زنان. حتی اگر موضوع فلسطین هم نبود انسانیت رسانه باید ایجاب میکرد که نسبت به این مسئله واقع. ولی متأسفانه رسانه ای که سلطه را پذیرفته باشد حتی نه روی آرمان‌های اعتقادی اسلامی ارزشی که روی آرمان‌های انسانی خودش پا می‌گذاره و این خروجی اون هست. متأسفم واقعا از این که جریان اصولگرا در سطوح مختلف چه در بعد رسانه‌ای چه در بعد فعالان جوان و چه در بعد فعالان با کبر سن از حداقل اخلاق‌های به اون موجود فاصله داره. برادرمون آقای اخوان مثل دوستی که به 3 سالها پیش در واقع از همین مدل کارها انجام میداد میره مستند میکنه کار خودش رو به یکی از افراطی ترین در واقع سایت‌های خبری که در معارضه و دروغ افکنی و به نوعی لجن پراکنی بر علیه اون جریانات اصلاح طلب ید طولایی داره و بعد به دروغ یک صفحه رو میره عکس میگیره مال یک روز بعد میره یک صفحه عکس میگیره بعد اونم با چه سوابقی. ما سایت مشرق رو میشناسیم دوستان اگه میشه لطف کنید مشرق رو مشخص نشون بدن. این سایت گذشته حال و آیندهش و معادلتش در قبال در واقع جریان اصلاح و دروغ پردازی ها و رویکردهای ویژه‌ای که این سایت نسبت به جریان اصلاح شخص آیسو حسن آقای خمینی، اصلا من فکر می‌کنم این کار در واقع به نوعی این چیدمان رو کردن که به نوعی بیت امام رو در واقع در مقابل این مسئله قرار بدن و در حالی که در همین ادعای دروغ بلافاصله روزنامه‌نگاران اصلاح طلب پاسخ دادن توی صفحات به اون شبکه‌های اجتماعی، بلافاصله صفحات مختلف به روزنامه‌های اصلاح طلب رو صفحه یکاشون رو منتشر کردن و دروغگویی به اون جریانات در واقع رسانه‌ای مثل مشرق رو که متاسفانه برادر اون آقای اخوان اسیر بازی‌های در واقع رسانه‌ای دروغ میشه و اینجا هم میاد در واقع با خیلی استراحت این دروغ رو در واقع ترویج میکنه. امیدوارم که در این ماه مبارک رمضان خداوند همه ما رو در واقع دور بکنه از دروغ و به نوعی ما رو به اصطلاح هدایت بکنه انشالله. به هر حال ما که هیچ وقت برای رسانه‌ای در واقع مثل مشرق، رجا و امثال هم که در واقع این رویکردهای در واقع به شدت غیر اخلاقی رو در قبال جناح‌های مختلف داخل انقلاب اسلامی در پیش گرفتن و همشون رو تتمه به نوع کیهان به اسلام میدونیم، قائل نبودیم. حالا به هر حال این جنگ رسانه‌ای هست که وجود داره، ولی خب میخوام بگم که در شبکه‌های اجتماعی اگه حضور دارید که معمولا دارید، در فیسبوک و گوگل پلاس و جاهای مختلف صفحات مختلف به اون صفحات روزنامه‌های اصلاح طلب منتشر شده. امیدوارم که چشمان شما و دوستان به اسم مشرق و کیهان و جای دیگه روشن بشه به این حقایقی که وجود داره و قلب می‌کنید. خیلی متاسفم که یک فعال رسانه‌ای در توجیه اشتباه رسانه‌های همسوش به اصطلاح به یک مغالطه دست میزنه و اون هم این که مثلا سایت مشرق رفته صفحه اول روزنامه ها رو جمع کرد. اصلا سایت مشرق یا اصلا یه سایت دیگر، فرض کنیم که یه رسانه دیگر اصلا این کار کرده. بالاخره فیتبعون احسنه که یستمعون القول فیتبعون احسنه که قرآن کریم میگه یعنی چی؟ یعنی که با بالاخره اگر حرف حقی رو ولی دشمنمون و مخالفمون همزمان باید بپذیریم. سایت مشرق که حالا شما قبولش ندارید، اگر یک سندی رو منتشر کرد از تصویر اول روزنامه‌ها، حتی اگر شک دارید باز هم باید برید تحقیق کنید و این تازه بخشیشه. قرآن میفرماید شما وقتی فاسقی برای شما خبری رو میآورید تحقیق کنید. ما خبر رو که دیدیم تحقیق کردیم و به فسخ در واقع مطمئن شد. فسخ البته خب چیز مختلف داره دیگه. فسخ فاسق سیاسی داریم، فاسق به اصطلاح اخلاقی داریم، اقتصادی فاسقین رو نباید بیرون. نه شما فاسقه نمی‌بینید. من دارم میگم، منظورم اینه که میگم فسق بعضیا در رسانه برای ما مشخص شده، رفتیم تحقیق هم کردیم دیدیم بله همینی که فکر می‌کردیم هستن. این که نشریات اصلاح طلب این خفتو کردن تو انتخابات این ماجرا اخیر انقدر مفتضح بود که نتونستن جواب قانع کننده بدن. اینکه تو فلان شبکه اجتماعی چیز نوشته این قابل استناد نیست. اگر اینها واقعا استناد متقن داشتن تو میومدن بعد از این ادعا و این شکایت تو صفحه اول روزنامه‌شون اثبات می‌کردن، این تصاویر صفحه اول روزنامه‌شون رو می‌ذاشتن که این اتفاق افتاده، این کار کردن. نه تنها این کار کردن، برداشتن دو روز پیش بعد از مسئله روز جهانی قدس مدن این کاریکاتور رو منتشر کردن. این آخرین دسترنج دوستان شماست آقای نقاشی، این آخرین حرف دوستان شماست. یعنی می‌خوام بگم متأسفانه ما یه جریان سرکار داریم که ظاهراً روی این اشتباهش تأکید داره.